فرح سلیم طالبة فلسطینية كانت على مقاعد الدراسة. فرح سلیم دانش آموز ابتدایی در غزه. در جنگ اخیر خانهشان هدف حملات موشکی اسرائیل قرار گرفت و پایش قطع شد. او پس از چندین ماه درمان در بیمارستان‌های اردن اکنون به مدرسه بازگشته و مورد استقبال مسئولان آموز پرورش، مدرسه و همکلاسی‌هایش قرار گرفت. از اینکه به مدرسه برگشتم خوشحالم. صهیونیست‌ها هر کاری بکنن ثابت قدم و مقاوم میمونیم. ما تسلیم اونا نمیشیم. والد الطفلة شرح حجم الالم والمعاناة. پدر فرح داستان رنج های خانواده اش از لحظه اصابت موشک به خانه اش و استقامت مثال زدنی دخترش را شرح داد. او میگوید فرح واقعیت زندگی جدید و نداشتن پا را پذیرفته و برای اینکه به مدرسه بازگردد مشکلات را به جان خریده است. خلصت علاجها والحمدلله هي اليوم موجوده في دوره درمانش به پایان رسیده و اکنون در مدرسه و بین همکلاسی هایش حضور یافته است. ما ورودش به مدرسه را جشن گرفتیم. همه ما در غزه بخشی از برنامه‌های پایداری و شهادت هستیم، زیرا هر لحظه ممکن است شاهد تکرار تجاوز دشمن صهیونیستی باشیم. ابناؤنا الطلبه و معلمونا كانوا على الدوام. مردم فلسطین در تجاوز اخیر اسرائیل هدف حملات گسترده‌ای قرار گرفتند. اکنون مهمترین مسئله رفع آسیب‌های روحی دانش آموزان است که شاهد کشته شدن معلمان، همکلاسی‌ها و اعضای خانواده خود بودند. فرح نیز تلاش کرده روحیه خود را بهبود بخشد. اشغالگران قصد دارند تصویر غزه را با درد و رنج و ویرانی در ذهنها ترسیم کنند، اما فلسطینیان میگویند همان گونه که در جنگ نوآوری داشتند، در زمان صلح نیز دست از تلاش برای ادامه زندگیشان بر نخواهند داشت. رحیم احمد، خبرگزاری صدا بصیمه، غزه، فلسطین.